مصاحبه این هفته با فریناز لاری در فیگرن فود. امروز در حضور فریناز لاری قهرمان ملی ایران و کانادا هستیم. فریناز نمونه بارز استقامت و الگوی برزنده برای نسل جدید است. ایشون اولین زن ایرانی هستند که در رشته کیک باکسینگ مقام قهرمانی دنیا را در سال 2011 و مجدد در سال 2013 کسب کردند. فریناز جون بهت تبریک میگم برای افتخار جدیدتون و کسب مقام قهرمانی کانادا. ایمانه. چه احساسی دارین از این برد جدیدتون؟ خیلی احساس خوبی دارم ولی فکر میکنم که بهتر از این میتونستم باشم. برای همین دوباره شروع کردم تمرین که ایرادم رو درست کنم. کی شروع کردیم به تمرین دوباره؟ 48 ساعت قبل از مسابقه. وقتی اون 48 ساعت چی کار کردی؟ حسابی شیرینی خوردم و همبرگر خوردم. من یادم توی یکی از پست اینستاگرامتون نوشته بودی که دو روز سس سالاد نخوردین. یک کیلو وزن درسته. من این مشکلی که سالاد و اینا خب خیلی میخورم دوستم ولی عاشق سس سالادم. بعد بعضم نمیومد پایین. خلاصه علی شوهرم که مربیم هست گفت این سوسا سوسا رو نباید. فکرم توی 48 ساعت گذاشتن حسابی سس سالاد کنید. بسیار عالی. خب بذارین از اول شروع کنیم. میشه یه مقداری راجع به ورزش موی تای رو هم صحبت کنیم؟ موی تای فکر کنم همه با کیک باکسینگ تا یه حدودی آشنا. کیک باکسینگ دستش مثل بوکس و پاش مثل کاراته. منتها موی تای آرنج هم داره، زانو هم داره و یه ذره پشتی بالاتنه داره که ما بهش کیک گرگیم. وقت چطور شد که شما وارد این ورزش رزمی شدید؟ چون اول توی ژیمناستیک بودین. من پدر و مادرم وقتی که کوچیک بودم اجازه نمیدادن که رزمی کار کنم. اون موقع فقط تکواندو رو میشناختم که رفتم ژیمناستیک. مربی ژیمناستیک هم موقع به هم گفتش بالاترین درجه‌ای که توی ژیمناستیک بانوان داره قهرمانی کشورهای اسلامیه. اگر واقعا میخوای قهرمان بشی باید بری یه رشته رو انتخاب بکنی که آینده داشته باشی. خلاصه پدر مادرم هیچوقت موافقت نکردن تا وقتی که 18 سالم شد و خودم رفتم دنبالش. بسیار عالی. پس خودتون از 18 سالگی خودتون با من شنیدم که با کار خودتون. بله رفتم سر کار و اولین موومو که گرفتم رفتم. بسیار عالی. یکی از چیزایی که شما راجع به موی تای صحبت کردین اون مساوات و احترامی که توی اون ورزش وجود داره. میشه یه راجبه چالنجایی که شما توی این ورزش کنم یه زن داشتین صحبت بکنیم؟ این گفتم و یوان قسمت مبارزه با خشونت در مقابل زنان هم پیگیری کرده راجبش و یه آرتیکلی راجبه اون در آینده در آینده خیلی نزدیک میاد بیرون. ولی فکر میکنم به خاطر اینکه من از ایران اومدم و اینکه ما حتما نه فقط وقت خودمون رو به زنها ثابت میکنیم، چون وقتی شما مبارزه میکنیم در مقابل یه زن هم وزن خودتون مبارزه میکنیم، ولی باید همیشه خودمون رو به مردا ثابت میکنیم، اینکه ما واقعا خوبیم که به این درجه رسیدیم یا حق برابری داریم که باهاتون در یه مسابقات شرکت میکنیم. گاهی وقتا وقتی که تیم میفرستادن مسابقات اگر 5 تا بازیکن مرد بود 2 تا بازیکن زن بود یا گاهی وقتا اصلا زنی وجود نداشت. نه این واقعا هم چالنجه که در واقع شما توی دو جبهه می جنگیدی، نه تنها باید خودتو به خانم‌ها ثابت می‌کردی باید به آقایون هم ثابت می‌کردی. الان هم در حال حاضر هم همچین مشکلی رو داری؟ میخوام بگم که این اینیکوالیتی فقط توی ایران یا توی کشورهای مثل کانادا هم براتون وجود داره؟ هست 100%. یه مشکلی که هست اینه که همیشه فکر میکنن که خانوما بازیشون مثلا تماشاچی نداره یا اینکه مخصوصا تو رشته ما نمیخوان هزینه بکنن خیلی راجبش، شاه المپیکی نیست هنوز. بله همیشه این چالش ها هستش، شما هر روز باید باهاش مبارزه کنید. ممکنه یکم آسان تر باشه به خاطر اینکه الان به مرحله من رسیدم که شناخته شدم از نظر سازمان جهانی یه موی تای اسمم شناخته شده است، برای همین راه هم شاید آزادتر باشه ولی دوست دارم از این اسم استفاده بکنم برای همه خانمایی که میخوان بگیم. بسیار واقعا قابل ستایشه که این کار رو میکنی. حالا که راجع به باوندری و راجع به لیمیت صحبت کردیم، همونطور که میدونیم فیگر اند فود کمپانی که ما داریم هم پیغامش
هستش. میخوام ببینم که چی بر شما یکی از مثالای خیلی برازنده برای این کار هستید. و شما هم توی ورزش که انتخاب کردین هدف این چالش باشو بری و هم به عنوان یه زن تو باهاش در روز دست و پنجه نرم می‌کنید. می‌خواستم ببینم که چی هستش که شما باعث میشه که شما رو اینسپایر کنه که این کار بکنید. چی باعث میشه هر دفعه این دستکشاتون رو دستتون کنین و وارد اون رینگ بشین برای فایت؟ تو قسمت ورزش فکر می‌کنم هر دفعه برد خودش باعث میشه که آدم دوباره کشیده باشه به اینکه باز ببره. برنده شدن این حسیه که آدم همیشه دوست داره تجربه کنه. ولی فکر می‌کنم بیشترین چیزی که باعث شده که من ادامه بدم، اولین بار که باختم دو ماه هیچ ورزش نکردم، قهر کردم و ورزش کردم. ولی مربیم هر روز با من صحبت میکرد، سعی کرد من دوباره انگیزه بده به من و برای من توضیح داد که خودش بارها باخته و هر دفعه رفته یه دستکش نو خریده دوباره از اول شروع کرده و ورزش یعنی این. هیچ وقت هیچ باختی نمیتونه برای همیشه جلوی آدم رو بگیره. با این باخته که باعث میشه که ما بهتر بشیم. بسیار واقعا پیام درستیه کاملا. شما واقعا نمونه که میشه کاملا دید. حالا که شما یه خانم تحصیل کرده مستقل و دیترمین هستین، چه احساسی دارین که به خصوص الان توی سوشال میدیا مثل اینستاگرام و فیسبوک کلی فالوور دارین، چه احساسی دارین که یه الگوی جهانی هستین، یه الگوی اینترنشنال هستین؟ من خودم رو الگو نمیدونم، ولی واقعا امیدوارم که تلاش روزانه من کمک بکنه به تمام خانوم ها و آقایی که دوست دارن یه هدفی دارن و به اونجا برسن، نه فقط از نظر ورزشی، از هر لحاظ، بدونن که برای رسیدن به هدفشون باید هر روز تلاش کنن. منتظر قسمت دوم گفتگوی ما با فریناز لاری باشید.